سلام، من پریسام با آشپزخونه خودتون خیلی خیلی خوش اومدید. امروز اومدم تا با هم دیگه یه سوپ شیر و قارچ خوشمزه درست کنیم که علاوه بر این که برای این فصل عالیه، یه پیشغذای عالی برای مهمونیاتونه. فوق‌العاده خوشمزه است، آسونه و کلی مقویه. خوشحال میشم تا آخر ویدیو همرو هم باشید. بزن بریم هم درستش کنیم. موادی که ما برای این سوپ شیر خوشمزمون احتیاج داریم سینه مرغ، که شما میتونید از مرغ استفاده نکنید، از عصاره مرغ یا آب مرغ استفاده کنید، ولی خب اگه مرغ داشته باشه خوشمزه تره. جوی پرک شده داریم که من خیسش کردم 10 دقیقه. شما اگه بخواید از جو استفاده کنید حتما با 6-7 ساعت خیسش کنید، ولی چون جو ما پرک حضور میپزه لازم نیست، همین 10 دقیقه که خیس کردم کافیه. یه دونه هویج داریم که من نگینی خوردش کردم، شما میتونید رنده کنید، ولی خب نگینی توی سوپمون ظاهر جذابتری داره. جعفری داریم 2-3 تا قاشق، نباید زیاد سبزی داشته باشه. قارچ داریم که من خوردشون کردم و یه مقدار بدون روغن تفتشون دادم تا یه مقداری سبک بشن. یه دونه پیاز داریم که من نگینی خوردش کردم، 1 قاشق آرد و شیر حدود 2-3 لیوان. خب بریم با هم دیگه بقیهش انجام بدیم. خب من 1 قاشق روغن ریختم، نه بر روغن زیاد بریزید، فقط پیاز رو ریختم در حدی که یه مقداری سبک بشن و رنگشون عوض بشه. بعدش هویج اضافه میکنم، هویجم یه مقدار تفت میدم، ببینید اصلا روغن نداره. فلفل سیاه، این غذا زردچوبه نداره، بهتره که زردچوبه نریزیم، هم مزهش قالب میشه هم رنگش عوض میشه. خب حالا مرغم هم میندازم. یه کوچولو نمک، آب اضافه میکنم تا بپزه. خب وقتی که هویجمون و مرغمون پخت، با هم دیگه بقیهش رو انجام میدیم. خب مرغ من پخته، الان مرغ رو در میارم که ریش ریشش کنم. حالا بهش جو پرک رو اضافه میکنم. من قارچم الان اضافه میکنم تا جو پرکمون جا بیفته. درشو میذارم. خب حالا توی تابه دیگه من یه مقدار کره میذارم. آردم و داخلش یه مقدار تفت میدم، یه کوچولو، فقط به خاطر اینکه بوی خامی آرد گرفته بشه. توی این سوپ شیر معمولا خامه هم میریزن که باعث میشه سوپ شیرمون لطیفتر بشه، ولی من چون که میخواستم سبک بشه و حالت رژیمی داشته باشه واسه همین خامه اضافه نکردم، ولی شما اگه دوست دارید میتونید خامه اضافه کنید. بعدن وقتی که میخواید خامه و شیر رو اضافه کنید حتما باید خامه و شیرتون به دمای محیط رسیده باشن و گرم باشن. اگه شما خامه و شیر سرد اضافه کنید باعث میشه که ببره.
پس حتما بذارید خامه و شیرتون به دمای محیط برسه یا اینکه یه مقدار گرمش کنید بعد داخل شیرتون بریزید. و من شیرم گرم شده، یه مقدار کم کم اضافه میکنم. آرد باعث میشه که سوپمون یه مقداری لعابدارتر بشه. خوب هم بزنید که آردا گلوله گلوله باقی نمونه، قشنگ با شیر حل بشه. جوبرکامو چون که خیس کرده بودم فوری پختن، حالا شیر رو اضافه میکنم. شیرم هم که چون داغ شده بود دیگه نمیبره، حالا مرغایی هم که ریش ریش کردم رو اضافه میکنم. حالا درش رو نیمه باز میذارم با حرارت کم تا که جا بیفته. آخرای پخت چون که نمیخوایم سبزیمون پخته بشه، جعفری رو بهش اضافه میکنیم و زیرش رو خاموش میکنیم. اگه دوست داشتید خامه بهش اضافه کنید، آخرای پخت یه مقدار از سوپ رو با خامه به دمای محیط رسیده قاطی کنید و بریزید توی شیرتون، یا اینکه نه جدا سرو کنید که هر کی دوست داشت بتونه بریزه توی شیرش. من وقتی که پخت نشونتون میدم که چجوری شده. خب حدود یه ربع گذشته سوپ شیر من به غلظت رسیده، به همین مقدار و غلظت که رسید کافیه، چون که اگه یه مقدار دیگه بمونه صفر میشه و وقتی که سوپ شیرمون رو خاموش میکنیم خودش یه مقداری سفت میشه، پس دیگه زیاد سفتش نکنید. حالا جعفری که داشتم رو اضافه میکنم و خاموشش میکنم، چون که میخوام عطر جعفری توی سوپم پیدا باشه و سبزی ها نپزه. امیدوارم درست کنید و از خوردنش لذت ببرید. مرسی که تا آخر ویدیو همراه هم بودید. خوشحال میشم ویدیو رو لایک کنید. خدا نگهدار.